کارمندان میلیسای تاجیک به مقام دخل ناپذیری صاحب می باشند. حتی برای کشتار نیز به جوگری جنایی کشیده نمی شوند. ابراز عقیده نمودند ساکنان شهری کلاب. ماه فوریه سال جاری کاپیتان میلیسای شعبه وزارت کارهای داخلی شهری کلاب سید مومین اسلاموف کودکی 15 ساله فردوس حلیموف را با نقلیاتش زده به هلاکت رساند، ولی عیبدار شونده را دستگیر نکردند. اکنون باشد خشوتبارانی هلاک شده در خوف هستند که جوگری حالتی مذکور را به خودی هلاک شده بار میکنند، اطلاع میدهد از یک پلوس. فاجعه مذکور شب 13 فوریه در نزد ترمینال کویلاب واسه به وقوع پیوست. مفتشی شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کویلاب کاپیتان میلیسا سید مومین اسلاموف با نقلیات خود شهروند فردوس حلیموف 15 ساله‌ای طلبه مکتب رقم 6 شهر کویلاب را زده به هلاکت رساند. در پروکوراتوره شهر گفتند که پرونده مذکور در حال مخفی گردانیده شد. از آن وقت یک ماه سپری گشت و طبق اطلاع پروکوراتوره تفتیشات ادامه دارد. عین زمان تفتیشات ادامه دارد و چند مدت پس خلاصه آخرین برآورده می شود. اطلاع داد منبع در پروکوراتوره شهری کلاب. با گفته او تفتیشات را تحلیل گیستولوژی جسد مرحوم معین می کند. تحلیل مذکور به ما انیخ کرده می دهد که احتمالاً جوان به یگان کسلی به مانند کسلی روحی دوچار شده بود یا نه. احتمال است که کسلی مذکور در راه اوج گرفت و جوان به زمین افتید و نقلیات او را زد. تحلیل مذکور اثبات خواهد کرد که آیا نقلیات او را زده است یا اینکه جوان با مرگ خود در آنجا فوتیده است، میگویند در پروکوراتوره. ولی به گفته های والدین پسر بچه صحت بود و طرز زندگی سالم می برد. وقتهای خالی همانند دیگر پسر بچه های تاجیکستان در بازار سبزوات می فروخت و به والدین کمک می کرد و با ورزش مشغول بود. یعنی والدین پسر بچه کسلی بودن او را انکار می کنند. دوستان و نزدیکان مرحوم فردوس میگویند که چند روز پس از حادثه نقلیاتی سید مومین اسلاموف به جای زیست مرحوم آمده بود و والدین او را از دست کشیدن نوشتن شکایت باور کنند. در بیانات بنویسید که شما از کاپیتان میلیسا سید مومین اسلاموف شکایت ندارید، گفت او. با طلب اصرارانه کاپیتان میلیسا والدین مجبور شدند در بیانات بنویسند که از او شکایت ندارند، میگویند نزدیکان مرحوم. اینچنین خشوتباران آیله حلیموف ها قید می نمایند که به نزد والدین مرحوم فردوس مادر کاپیتان سید مومین اسلاموف نیز آمده بود، بخشیدن پسرش را و از نوشتن شکایت دست کشیدنشان را خواهش نمود. با آزمایش گیستولوژی که تفتیشات برده استاد است آیم، با گفته های نزدیکان فردوس پسر بچه صحت بود. او پسری چالاک بود. پس از مکتب در بازار سخاوت شهری کلاب کارتوشکا می فروخت و هر روز 15 سومانی کار کرده با والدین خود برای آیله کم بزاعتش کمک می کرد. با ورزش مشغول بود. در وقتهای خالی فوتبال بازی می کرد. از سلامتیش شکایت نمی کرد، می گویند آنها، و خوف از آن دارند که اکنون را کسلی بود و گویا خود به تگ چرخ نقلیات افتیده است خلاصه می برارند.